طرح قانون عجیب رابطه جنسی دختران روس با مردان خارجی. تامارا رئیس کمیته خانواده روسیه به زنان و دختران روسی توصیه کرده و هشدار داده تا فقط با مردان هم نژاد خودشان رابطه جنسی داشته باشند. از کسانی که از نژاد سفید پوست هستند دوری کنند. با ما از چنل یوتیوب سحر میدیا همراه باشید و فراموش نکنید ویدیوهای ما را لایک کرده و چنل ما را سابسکرایب کنید. زنان و دختران روس به دلیل زیبایی طرفداران زیادی دارند و از همین رو دولت روسیه هشدار جدی به زنان روسیه نسبت به رابطه جنسی با مردان خارجی داده. قانونگذاران روسیه و دختران روس توصیه کردند با مردان خارجی رنگین پوست مسافر جام جهانی در این کشور رابطه جنسی برقرار نکنند. با نقل از روزنامه گاردین، برخی نمایندگان روسیه از جمله خانم تامارا رئیس کمیته خانواده پارلمان روسیه این توصیه و هشدار را به زنان روس داده است. و گفته این مقام پارلمان روسیه، زنان روس نباید با مردان غیر سفید پوست خارجی رابطه جنسی داشته باشند و این کار ممکن است تبدیل به یک مادر تنها شود که مجبورن فرزندان دونژادی خود را به تنهایی بزرگ کنند. روسیه حالا میزبان نزدیک به 1.5 میلیون نفر گردشگر خارجی است که به بهانه برگزاری جام جهانی فوتبال از سراسر دنیا به این کشور سفر کنند. در جریان برگزاری جام جهانی در سال 2014 در برزیل، دولت برزیل نیز اقدامات پیشگیرانه از جمله توضیح برخ اقلام، پیشگیری از بارزاری و بیماری های آمیزشی بین مسافران جام جهانی کرده بود. تامارا گفته حتی دختران روس که به صورت قانونی با مردان خارجی ازدواج می کنند بعدها مشکلات زیادی را پیدا می کنند و رابطه آنها با همسران خارجیشان غالباً به شکل بدی خاتمه خواهد یافت. خانم تامارا در یک گفتگوی رادیویی در پاسخ به سوال درباره پدیده بچه های المپیکی سخن می گفت. این پدیده در روسیه در دوران شوروی همزمان با برگزاری المپیک تابستانی 1980 مسکو روی داد و آن به دنیا آمدن صدها فرزند از مادران روس و پدران خارجی بوده که پس از برگزاری المپیک از روسیه رفته بودند. خانم تامارا گفت زمان این فرزندان حاصل اختلاط از یک نژاد هستند که مشکل زیادی ندارند، اما وقتی حاصل اختلاط از دو نژاد مختلف هستند مشکلات زیادی را به وجود می آورند و این فرزندان و مادران در آینده با پدیده تبعیض و مشکلات قانونی مواجه می شوند. من به هیچ وجه نژاد پرست نیستم، بلکه هدف من دادن هشدار به دختران روس است تا مراقب آینده خود باشند.